درود و سلام دارم خدمت هموطنان عزیزم هر جای که هستن. من افشینجم هستم از گروه آینده ایران. این افتخار رو دارم در خدمتتون هستم در غیبت آقای فتحی، آقای بهمن فتحی، همکار و دوست عزیزم که این روزها کارهای متفرقی که در حدود این یک سال گذشته کنار گذاشتن و نتونستن به کارهای شخصیشون برسن، این افتخار به من داده شد که بیام در خدمت شما باشم و امیدوارم که این کمبودهایی که من ممکنه در این کار داشته باشم از من ایراد نگیرین و منو ببخشید. در این امروز که روز سه‌شنبه هست، ما مهمان عزیزی رو داریم که تا چند لحظه دیگه خدمتتون معرفی میکنم، ولی قبل از اون من خواستم که یک نکته‌ای رو خدمت هموطنانم عرض بکنم و اون اینه که صحبت از انتخابات ریاست جمهوری این روزها بسیار داغ است و میبینیم که از گوشه کنار صحبت‌های زیادی میشه. گروه های مختلفی معتقد هستن که باید رأی داد و بعضی ها معتقدن که میگن نه، ولی در این رابطه ترفند جدیدی که جمهوری اسلامی به کار میبره، این که اخیراً شنیده شده و ویدیوش هم هست که گروهی میگن که ما سعی میکنیم که این برنامه استصوابی رو برداریم و بتونیم که بدون این ماده 99 قانون اساسی که راجع به استصوابی صحبت بکنه کنار بزنیم. البته این یک مردم فریبی هست، چون اگر حتی این برنامه استصوابی رو هم که برداریم، 99.9 درصد قوانین جمهوری اسلامی بر جا هست و اون کنترلی که رهبر برای کنترل مردم و عرشبت که سازمان ها داره سر جا خودش هست، یعنی انتخاب قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه سر جاش هست، رئیس صدا و سیما هست، عرشبت که قوای سگانه زیر نظر ایشون هست، مجلس در اختیار ایشون هست، یعنی همه چیز در اختیارشون هست، فرقی هم نمیکنه این استصوابی برداشته بشه یا نشه. منظور از این گفتار این هست که این گفتار مردم فریبانه که الان رسم شده ما رو فریب نده و اون کاری که باید انجام بدیم و منظور از کاری که باید انجام بدیم اینه که ما صلاحیت و مقبولیت با رأی دادن به جمهوری اسلامی ندیم و این درست همون چیزی است که آقای خامنه‌ای بارها گفتن که هر رأیی که در صندوق‌ها انداخته بشه تاییدیه جمهوری اسلامی هست و این تاییدیه اون چیزی است که جمهوری اسلامی میخواد به دنیای خارج ربط بده و بگه که این مردم هستن که پشتیبان ما هستن، در حالی که ما به درستی میدونیم که همچین چیزی نیست. مردم ایران در داخل میدونن که جمهوری اسلامی حکومت منفوری هست، ولی این اعتبار رو جمهوری اسلامی میخواد که داشته باشه و با داشتن اون بتونه امتیازاتی رو از غرب بگیره و اون چیزیست که ما باید باهاش مقابله بکنیم. از این صحبت گذشته من میخواستم که مهمان امروزمون آقای کامبیز فاتحی رو از نروژ خدمت شما عزیزان معرفی بکنم. آقای مهندس فاتحی مثل 5 یا 6 میلیون نفر انسانهایی که در ایران بودن، بسیارشون متخصص، بسیارشون انترپرنور که میتونن برنامه های مختلفی رو در تمام دنیا پیاده بکنن، ایشون هم ترک وطن کردن و الان حدود 9 ماه هست که رسیدن به نروژ و به ایشون خوش آمد میگم و یک معرفی کوتاهی رو خدمت هموطنان خدمتتون عرض میکنم. آقای عرشبت که کامبیز فاتحی مهندس عمران هستن از دانشگاه کردستان، حدود 23 سال عرشبت که سابقه کار در شرکت آب و فاضلاب کردستان دارن. ایشون حدود 6 تا اختراع کردن و این اختراعها ثبت شده و از اون جزء این اختراعها عرشبت که علم جدید تولید برق پاک از آب سدها و دریاها هست عرشبت حضورتون که، و جزء اختراعاتشون هم یکیش هست که مربوط میشه به کنترل ریزگردها،
در ایران. و این یک سخنی است که ما امروز با ایشون خواهیم داشت و متوجه میشیم که چرا جمهوری اسلامی نمیخواد و یا در هیتش نیست که بخواد این کار انجام بده، در حالی که میدونیم که هم متخصص های هم ایرانی هستن هم خارجی که میتونن این کار رو انجام بدن. آقای فاتحی، من میخواستم که به شما خوش آمد بگم و عرض شود که اگر ممکنه خودشون رو به هموطنانمون سلام بکنین، درود بگین که بعد بیام خدمت شما سوالام رو خدمتون عرض بکنم. بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. بسیار بسیار خوشحالم که در خدمت شما هستم و در خدمت مردم عزیز ایران هستم. امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی رو در خدمت شما و مردم عزیزمون باشم. در خدمت شما هستم. آقای فاتحی، من خیلی خوشحالم که شما رو دارم در این برنامه امروزمون و میخواستم که در ابتدا به صورت خیلی ساده بفرمایید که دلیل اصلی به وجود آمدن این مشکل ریزگردها چی هست در ایران؟ اینو خواهش میکنم به صورت خیلی ساده محرمت بکنیم بگیم. چشم. در واقع مسئله ریزگردها بایستی به تقریبا این رو مجزا بکنم. یکیش بحث ریزگردها، یکیش بحث شنهای روان هستش، طوفانهای شن هستش که در بسیاری از مناطق جهان این اتفاق میفته و مثلا در مناطق زاهدان و مناطقی هست در کویر ایران که این مسئله شنهای روان، این مسئله وجود داره. بحث ما فعلا این بحث نیست، بحث ریزگردهایی هست که در واقع در اثر سدسازی های غیر کارشناسی ایران و کشورهای منطقه صورت گرفته و باعث شده مناطق پایین دست این سدها، در واقع تالاب‌ها و رودخانه ها و بسترهای چندین صد ساله و چندین هزار ساله خشک بشه و خشک شدن این بسترها باعث شده که در اثر وزش ساده باد باعث میشه که این ریزگردها وارد اتمسفر شده و هوا رو آلوده میکنه، زندگی رو در واقع برای مردم و محیط زیست مشکل میکنه، درختها رو خشک میکنه، مجاری تنفسی درختها و گیاهان رو میبنده، باعث خشک شدن اونها میشه. و در ادامه من بیشتر میتونم تخصصی تخصصی صحبت بکنم در این ارتباط، ولی بحث اصلی که هست اینه که عدم مدیریت صحیح منابع آب ایران و متاسفانه باید عرض بکنم که قراردادهای محرمانه‌ای که با کشور ترکیه و کشور سوریه بسته شده باعث چنین مشکلی مخصوصا در خاورمیانه شده که در آینده باعث خواهد شد کشورهای دیگه‌ای هم همین مشکل رو داشته باشن ولو بسیار بسیار بدتر. در خدمت شما هستم. بفرمایید. آقای فاتحی، شما در صحبتاتون فرمودین که قراردادهای که با سوریه و ترکیه بسته شده. من ترکیه رو متوجه میشم ولی سوریه رو متوجه نشدم، ممکنه توضیح بفرمایید؟ بله، به خاطر اینکه از آبی که از دجله و از سرشاخه های منابع آبی که از ترکیه وارد سوریه میشه، سوریه هم در واقع بخشی از این پروژه هست و بایستی عرض بکنم کشور ایران بدون اینکه متوجه این موضوع بشه در واقع وارد دامی شد که این دام توسط کشور ترکیه براش پهن شد و کشور ایران واقعا بسیار بسیار دچار مشکل شده چون جهت باد به سمت ایران هست و از سال 92 که سد بزرگ آتاتورک مورد بهره برداری قرار گرفت، به مرور آبی که وارد مناطق جنوبی عراق شد کلن
کم 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 شد و باعث شد که میلیون ها هکتار در کشور عراق و حتی کشور ایران خشک بشه و خشک شدن این مناطق باعث شد که با وزش کم باد و حتی بارش باران باعث شد این ذرات کلوئیدی که در بین این بسترها هست به همراه ذرات کمی درشتانه و بخشی از ذراتی که لای و لجن اسفنجی وارد اتمسفر شد و همچین مشکلی رو برای ایران به وجود آورد که ما میبینیم که تقریبا باید عرض بکنم نیمی از ایران به بیابان تبدیل شده. این دقیقا به واسطه دقیقا آمار خود کشور ایران هست و این بزرگترین فاجعه ای هست که میتونست برای ایران اتفاق بیفته. بسیار جای تأسف داره. آقای فاتحی، واقعا همینطور که شما فرمودین باعث تأسف و متاسفانه ما پاسخگویی از جمهوری اسلامی ندیدیم و یک این موضوع رو من امیدوارم در این مدت کوتاهی که در این شهر لس آنجلس هستم در یک موقعیتی در یکی از این نشست‌ها بتونم که مشخصه کشورهای اشغالگر، کشورهای غاصب رو به خدمت هموطنانم عرض بکنم و مقایسه بکنیم که یک کشور غاصب یا اشغالگر چه کارهایی رو در مقابل یک کشور مغلوب میکنه و یکی از همین مواردم همین هست و ببینیم که واقعا به معنی واقعی جمهوری اسلامی یک کشور اشغالگر غاصبه که هیچ چیز رو برای مردم و ایران نخواسته، بلکه وقتی که مقایسه میکنیم برای لبنان و یا سوریه و کشورهای دیگه میبینیم که این کارها انجام میشه. من فکر میکنم که با شما صحبت میکردم یا با کسی دیگه اخیراً جزء خبرها بود که یک شاهراه بزرگی رو در لبنان دارن درست میکنن به نام شاهراه خمینی و قرار هست که تا پایان امسال تمام این شاهراه بسیار بزرگ نخلکاری بشه. من نمیدونم که این نخلکاری چرا در خوزستان، چرا در جاهای دیگه که به نفع مردمه، به نفع کشور ما هست انجام نمیشه. حالا این نکته ایست که بعدا راجبش صحبت میکنیم. آقای فاتحی بفرمایید که این بعد از یک دهه که این کار، این مصیبت رو که ما باهاش روبرو شدیم، چرا این آلودگی عرض و حضورتون که راهی براش پیدا نشده یا نکردن اگه ممکنه؟ خواهش میکنم. در ایران بایستی عرض بکنم با توجه به اینکه ابتدا عرض کردم این نوع خاص از ریزگردها که متاسفانه در ایران ما در حال حاضر به هیچ عنوان هیچ کارشناس متخصص و آگاهی رو در این زمینه خاص متاسفانه نداریم، به دلیل اینکه متخصصین ایران، کارشناسا و مدیران محیط زیست ایران متاسفانه باید عرض بکنم هیچ تفاوتی رو بین طوفان‌های شن با طوفان‌هایی که از مناطق تالابی از بسترهای خشک بسترهای و کانون‌های کلوئیدی بلند میشه و اتمسفر رو اشغال میکنه، اتمسفر رو آلوده میکنه، هیچ تفاوتی رو قائل نشدن. این هم به خاطر این هست که در واقع عدم دانش و عدم تخصص و عدم مدیریت منابع آبی بود که متاسفانه کارشناسای ما به هیچ عنوان به هیچ توجهی نکردند. و بیشتر این تأسف برای من این هست که من این موضوعات و این مشکلات رو قبلا به دولت مردان ایران من اینا رو اطلاع دادم. متفاوت بودن این نوع خاص از ریزگردها رو من بهشون گوش زد این کردم و به هیچ عنوان به حرفای من توجهی نشد. من حتی اعلام کردم، حتی من یه مقدار پا رو فراتر گذاشتم اون موقع، یعنی تقریبا 10 سال قبل من پا رو فراتر گذاشتم، گفتم در واقع آب، اگر شما می فرمایید که آب باعث جنگ در خاورمیانه خواهد شد،
من اینو عرض میکنم که در واقع ریزگردهای کلویدی باعث جنگ در خاورمیانه خواهد شد، چون من تجربه چین رو داشتم، این مطالعات رو من قبلا برای در واقع برای کشور چین انجام داده بودم جناب آقای افشین جم، به خاطر اینکه میدونستم و چون چین یکی از بزرگترین کشورهای سازنده صد هست در جهان و این معضلات رو من در کشور چین در واقع دیده بودم و میدونستم و که این نوع خاص از ریزگردها در واقع چون مربوط به علم آب هست، مربوط به علم تصفیه آب هست و هیچ کدوم از کارشناسای علم تصفیه آب این موضوع رو برای متخصصین و مدیران محیط زیست ایران باز نکرده بودند و توضیح نداده بودند که آشنا بشن و آگاه بشن با این موضوع. در واقع من باید عرض بکنم ما فعلا در حال حاضر با یک علم جدیدی روبرو هستیم که متاسفانه کارشناسان و مدیران ایران به هیچ عنوان بهش توجه نکردند و باعث همچین وضعیتی شد. و چون کارشناسا و مدیران ایران این علم رو، این مشکل خاص، این ذرات خاص کلویدی رو در واقع آنالیز نکرده بودن و مشابه شنهای طوفانهای شن با این مشکل خاص رو گره شده بودن، متاسفانه از همون طریق و راه‌های معمول گذشته و قدیمی و مخرب محیط زیست که در واقع مالچ پاشی و یک سری روش‌های ساده و قدیمی گذشته بود استفاده می‌کردن و به همین خاطر تمام پروژه‌هاشون متاسفانه به بن‌بست خورد و نتونستن هیچ کاری بکنن. منتها ولی من تونستم که راه جدیدی رو براش پیدا بکنم، آنالیز بکنم، کارشناسا و مدیران عالی رتبه ایران رو در ارتباط با خاص بودن این موضوع و استفاده کردن از علم آب من تونستم این دانش رو به ثبت برسونم، این روش خاص رو به ثبت برسونم و تونستم این کار رو انجام بدم که حتی در مدیران عالی ایران موافقت کردن که این طرح بله در بین تمام طرح‌ها جز به عنوان برجسته ترین طرح انتخاب شده در پارک علمی و فناوری پردیس کرج. ولی متاسفانه حتی راه صحیحی که انتخاب شده، پذیرفته شده، ایران نخواست، در واقع باید عرض بکنم نخواست از این روش استفاده بکنه و واقعا جای تأسف داره و حتی در پارلمان ایران نمایندگان ایران در پارلمان بودجه ساخت این دستگاه و این روش رو تأمین کردن ولی متاسفانه مافیاهایی که در کشور، خودتون میدونید وضعیت کشور به چه صورت هست، این مافیاها اجازه ندادن که من این دستگاه و این تکنولوژی رو بتونم ازش استفاده بکنم و در خدمت مردم و کشور باشم. آقای فاتحی، من جزء چیزایی که میخوندم درباره شما دیدم که شما یک مدت 6 ماه زندان بودین و بعد در قسمت دومی که شما رو دستگیر کردن با عرشبت که با گذاشتن وثیقه که اومدین بیرون و بعد این باعث شد، شما رو برای چی گرفتن و چرا شما بعد میرفتین زندان؟ بله، من تقریبا 18 سال قبل با توجه به این که من یک سری تحقیقات در واقع تحقیقات حفاظت اتمی رو انجام داده بودم، خواستار همکاری با سازمان انرژی اتمی بودم، من موافقت نکردم با این پروژه و مافیاهایی که عرض کردم خواستار خرید دانش و تکنولوژی ساخت این دستگاه کلویدزا شدن که من حاضر نشدم بهشون بفروشم و متاسفانه
با پرونده سازی هایی که انجام دادن من رو 6 ماه زندانی کردن و متاسفانه حتی بعد از اینکه از زندانم اومدم بیرون این بازم فشارها و تهدیدها و شکنجه ها بازم ادامه داشت و واقعا نمیتونستم در ایران بمونم چون حقیقت شو بخوای من تحمل زندان دیگه ای رو نداشتم چون بسیار کارهای تحقیقاتی داشتم به هیچ عنوان آرامش نداشتم. من 4 سال مجبور شدم در عراق زندگی بکنم و بعد از اون 4 سال من 14 ماه در کشور ترکیه بودم، اونم به صورت مخفی، و خودم رو به کمیساریای عالی پناهندگان معرفی کردم چه در عراق و چه در ترکیه، و متاسفانه حتی در عراق هم اجازه ندادن که من آرامش نداشتم، امنیت نداشتم که بتونم حداقل در اونجا بتونم به تحقیقاتم ادامه بدم. متاسفانه مجبور شدم که من از کشور خارج بشم. حتی من گفتم که الان که در عراق هستم حاضرم کمک بکنم که این مشکل حل بشه، چون واقعا نگران سلامت مردم ایران، نگران سلامت محیط زیست ایران بودم. و من چند بار سمینارهایی رو برگزار کردم در کردستان عراق، در اربیل، و کارشناسان عراقی و کارشناسان کشورهای منطقه آمدن شرکت کردن در سمینارها و بسیار بسیار خوشحال بودن، بسیار بسیار استقبال کردن، و اونا خواستار این بودن که من برم بغداد و از طریق بغداد بهشون کمک بکنم که من حقیقتش رو بخوای بغداد رو جای امنی برای خودم نمیدونستم، و این رو من به کارشناسای عراقی هم، رئیس فیزیک دانشگاه بغداد، رئیس مبارزه با بیابانزایی عراق تشریف داشتن، من کاملا براشون توضیح دادم که من اگر امنیت داشتم حتما می آمدم و در خدمت شما بودم، چون من همه انسان ها رو دوست دارم، عاشق انسان ها هستم، عاشق خدمت به انسان ها و بشریت هستم، عاشق محیط زیست هستم. حقیقتش رو بخوای نتونستم اونجا برم و اونا بسیار بسیار از این موضوع متاسف شدن. و حتی من زمانی که در ایران بودم، من این موضوع رو به سازمان جهانی بهداشت ایران، نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در ایران اطلاع دادم، این فجایع رو من اطلاع دادم که این ذرات کلویدی بسیار بسیار خطرناک هست و در جهان تا حالا هیچ کس نتونست روش علمی مناسب با این روش رو بتونه ابداع بکنه و هیچ کس نمیتونه این مشکل رو حل بکنه و بایستی بسیار بسیار روش تاکید بکنید و در واقع ایران رو شما بایستی مجاب بکنید که دست از سدسازی بیروی برداره، زیرا عواقب بسیار بدی برای ایران خواهد داشت. و من نامه های حتی جواب گرفتم از اونا که ما این رو به دفتر نمایندگیمون در مصر ارسال میکنیم، و متاسفانه بعد از اون هم این موقعیتی بود که من دیگه نتونستم در ایران بمونم. و الان شرایط رو شما میدونید وضعیت به چه صورت هست، ولی فقط میتونم این رو عرض بکنم، این علم چون آنالیز شده، چون تمام پرسش‌های علمی و مشکلات اون حل شده خوشبختانه، میشه این مشکل رو به سادگی، وقتی که عرض میکنم به سادگی قابل حله، منظورم اینه که راه حل ساده‌ای براش پیدا شده، جای امید هست، و اگر پشتیبانی و حمایت بشه میشه در زمان بسیار بسیار کمی این مشکل، هرچند تقریبا ما در منطقه 7 میلیون هکتار مشکل رو داریم، بستر کانون کلویدی بحرانی و فوق بحرانی داریم، در زمان بسیار کمی میشه این موضوع حل بشه اگر حمایت و پشتیبانی
قاطعی ازش بشه و جلوی اون مافیاهایی که عرض کردم گرفته بشه. شما در نظر بگیرید این مافیاها به چه صورت مانع کار شدن جناب آقای افشین جان؟ شما مثلا همین موضوع مالچ پاشی در ایران که یک روش مخرب محیط زیست هست، تقریبا برای یک هکتار 12 تا 20 میلیون تومان هزینه، در واقع هزینه برای این در بر می‌داره. من در واقع باید عرض بکنم با این روش میشه نصف اون هزینه، نصف اون هزینه‌ای که برای یک هکتار هزینه میشه، با نصف اون مقدار میشه همون یک هکتار رو مثلا تثبیت کرد برای مادام العمر، یعنی یک بار برای همیشه این بستر تثبیت میشه، این بستر کشت بیولوژیکی میشه و دیگه لازم نیست که مثلا مثل مالچ 4 سال بعد بیاین همون منطقه رو باز هم مالچ پاشی بکنیم. یعنی در واقع سیاست کلانی در پشت این مافیا بود که مانع ادامه کار و خدمت من به مردم ایران و منطقه باشه. آقای فاتحی، ما هر چقدر که نزدیک میشیم به انتخابات و میبینیم که این انتخاباتی که در راه هست، به جای اینکه مردم بتونن خواسته هاشونو بخوان از رئیس جمهور جدید و از رئیس جمهور جدید بیاد اون سکوهای انتخاباتیشو، صحبتهای انتخاباتیشو بگه که چه کار میخواد بکنه، متاسفانه میبینیم که همچین چیزی نیست. راجع به مافیای داخل رژیم صحبت کردین، این یه چیزی که از چشم و گوش هیچ کسی دور نرفته که خود آقای احمدی نژاد و عرشبت که آقای روحانی گفتن که ما برادران قاچاقچی ما چه کارهایی رو انجام میدن، این هم جزو یکی از اون برنامه هست. متاسفانه هر چی که ما نگاه میکنیم به قسمت‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی کشور که الان در اختیار جمهوری اسلامی هست، همه چیز نابود شده و در حال نابود شدنه. آقای فاتحی، من یادمه که زمانی بود که میگفتن که اگر وقتی که بارون میاد این مشکل ریزگردها از بین میره و هوا آلودگیش کمتر میشه، ولی الان نشون داده میشه که همچین چیزی نیست. میخواستم نظر شما را راجع به این موضوع داشته باشم. بله، کاملا صحیح. قبلا همچین تصوری بود و من تقریبا 4-5 سال قبل یک مقاله ای رو در رد این طرز تفکر من نوشتم، علمی نوشتم این موضوع رو، نوشتم که هجوم ریزگردها با بارش شدت می‌یابد. دلیلش این هست که من، اگر اجازه بدید یک مقداری تخصصی تر من صحبت بکنم در ارتباط با این موضوع که موضوع کمی باز بشه. خواهش میکنم. این ذرات کلویدی که در این بسترها تهنشین شده و به همراه ذرات درشتانه در این بسترهای که قبلا تالاب بوده تهنشین شده و در عمق این بسترها هست، متاسفانه تونستن این نیروی دافعه بین‌ذره‌ای خودشون رو که زمانی در آب بوده و در زمان حالت آبی خودشون این رو حفظ کردن و به خشکی انتقال دادن. یعنی در حال حاضر هم این ذرات کلویدی که بسیار بسیار ناپایدار هستش و که قطرش از 0.01 میلیمتر تا 0.01 میلیمتر هست، این ذرات کلویدی این نیروی دافعه بین‌ذره‌ای خودشون حفظ کردن و باعث شدن که در واقع این بسترهای کلویدی
یک بسترهای اکتیو باش اکتیو هستن. یعنی ما وقتی که این بسترها را میبینیم بسترهای پودری هست که ما شاید به صورت ثابت اینا را ببینیم، ولی در اصل اگر علمیتر این موضوع رو نگاه بکنیم در واقع اینا مرتباً به همدیگر فشار وارد میکنه. این ذرات بسیار بسیار ناپایدار و یک محیط متحرکی هست. یعنی به همین خاطر من عرض کردم وقتی که بارش صورت میگیره بر این بسترها، این بارش مثل چطور مثل دانه های سیمان هست، بسیار بسیار ریز، بسیار بسیار ریزتر از دانه های سیمان هست. و وقتی که بارش صورت میگیره این ذرات به سرعت وارد اتمسفر میشه، آرایش تهنشینی قرار آرایش تهنشینی قرار گرفتن تهنشینی این ذرات به هم میخوره، به سرعت وارد اتمسفر میشن. اون ذرات کلویدی عرض کردم اینا بایستی عرض بکنم سه حالت داره. یکی اینه که دانه های بسیار ریز به سرعت وارد اتمسفر میشن و ما این ذرات رو به هیچ عنوان نمیبینیم، از عمق وارد اتمسفر میشن. ذرات یعنی مرحله دومش اینه که نوع دومش ذراتی هست که در خلل و فرج لای و لجن اسفنجی خودشون رو پنهان کردن. این ذرات میزان بسیار بسیار کمی هست وارد اتمسفر میشه. یعنی در واقع این ذرات کلویدی تونستن رفتار لای و لجن اسفنجی رو تغییر بدن. وقتی که وارد اتمسفر میشن با چون یه مقدار حجمشون قطرشون بیشتره، ما میتونیم ببینیم این ذرات رو، به صورت مه در میاد و ما به عنوان طوفان خاک این را رو میشناسیم. و فاجعه اصلی هم همین ذرات کلویدی است که تونستن رفتار ذرات درشتانه رو تغییر بدن. این و نوع سومش ذرات درشتانه ای هست که تقریبا شاید چند ده متری از بسترها بلند میشن و قادر نیستن که مسافتهای دوری رو طی بکنن. و ما به بخش دومش بیشتر کار داریم. این باعث میشه این ذرات نوع دوم که رفتارشون تغییر کرده، در واقع باید عرض بکنم آبگریز هست. وقتی که از دانه های باران خودشونو جدا میکنن بسیار بسیار خطرناک هستن، وارد اتمسفر میشن و میتونن هزاران کیلومتر رو طی بکنن. و چون آبگریز هستن میبینیم که از آفریقا، از بسترها، از بیابان‌های آفریقا وارد اتمسفر اقیانوس‌ها هم حتی میشن با اون بارش بارانی که از در اون مناطق هم بارش صورت میگیره. هیچ گونه تأثیری روی این نوع دوم ذرات کلویدی که تغییر رفتار تونستن تغییر رفتار بدن به ذرات درشتانه لای و لجن اسفنجی، میبینیم هیچ تأثیری نداره و وارد اتمسفر خاورمیانه میشه. و حتی کانون‌های داخل ایران هم الان ما میبینیم که همین ذرات کلویدی وارد اتمسفر میشه. بله آقای این مشکلات رو وجود آورده که آقای فاتح، این به نظر میرسه که با 13 سال یا در این حدود تحقیقاتی که شما کردین با فرمایشاتی که داشتین این قابل حله و به نظر میرسه که این توافق چندین کشور رو میخواد داشته باشه. یعنی یه چیزی نیست که فقط مختص ایران باشه، ولی یک معضل منطقه‌ایه. یعنی همسایه های ما با همین مشکل روبرو هستن که البته ما یکی از اون کشورهایی هست که متاسفانه به خاطر نداشتن یک حکومت انسانی، یک حکومت ایرانی چشم‌پوشی میکنن و فکر میکنن که این مشکل به خودی خود برطرف میشه، کما اینکه میدونیم که همچین چیزی نیست. من میخواستم یک نقل قولی رو از خانم ابتکار خدمتتون بگم که ایشون رسما اعلام کردن که
مردم باید زندگی خودشونو با ریزگردها تطبیق بدن. یعنی اصلا برعکس شده، چون اینکه به توسط حکومت بیان راحتی و رفاه مردم رو تهیه بکنن، ایشون میگن برعکس، باید مردم خودشون رو تطبیق بدن. شما از این نقل قول چی میتونین برداشت بکنین و نظر شما رو به عنوان یه متخصص که میتونیم راه حل داشته باشیم؟ چون به این وسیله که داره انجام میشه، ما دیدیم این ریزگردها حتی به تهران و به جاهای دیگه قسمت شرق ایران هم سرایت کرده. بنابراین یک موضوع مشکلی نیست که فقط در خوزستان باشه یا در قسمت‌های جنوبی باشه. نظر شما را داشته باشم آقای فاتحی. ایشون چون رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هستن و یک حرف غیر کارشناسی رو عنوان کردن و غیر علمی رو عنوان کردن، متاسفانه در اون جایگاه بلندی که هستن، من بسیار بسیار متاسف هستم برای ایشون و بایستی در ابتدای سخنانم من بایستی جوابی رو به ایشون بدم که در خور شخصیت و گفتار ایشون هست. ببینید، همین مقامات اعلام میکردن که این خاکی که از عراق وارد ایران میشه، این خاک کربلاست و متبرکه و این مردم شما به هیچ عنوان نگران نباشید که و خوشحال باشید که از این خاک داره وارد اتمسفر میشه و شما رو متبرک میکنه. بایستی من عرض بکنم بسیار متاسفم و واقعا اگر چنین هست، چرا این مقامات خودشون تهران رو ترک نمیکنن و بیان در شهری مثل اهواز اونجا زندگی بکنن که و مردم عزیز خوزستان و اهواز اونا برن تهران زندگی بکنن که این هوای متبرک بیشتر حال شامل حال این آقایون باشه؟ که من بسیار برای این گفته‌ها متاسفم و برای این موضوعی که باید اینو عرض بکنم، من باید الان بایستی علمی تر صحبت بکنم در این ارتباط. کاملا حرف ایشون اشتباه هست. این مشکل به هیچ عنوان مردم نبایستی خودشونو با این مشکل، با این مسئله تطبیق بدن. تایید فرمایش خانم ابتکار به معنی نابودی و مرگ هست و من هیچ وقت مرگ رو، نابودی رو برای مردم عزیز ایران و محیط زیست زیبای ایران این رو نمیخوام و باید عرض بکنم این راه حل علمی وجود داره. این راه حل علمی در ایران ثبت اختراع شده. این راه حل علمی در علمی ترین مکان ایران تایید علمی شده به عنوان تنها راه حل علمی برای این معضل خاص، برای این نوع خاص از ریزگردها تایید شده و در مدت زمان بسیار کمی این مشکل قابل حل هست. اگر دولت مردان ایران بودجه ای رو که در واقع برای آشوب و برای نابودی مردم منطقه، برای آشوب و در واقع برای عدم صلح به کار میبرن، برای مردم خودمون اگر به کار ببرن، در ما شاهد بودیم، شما در جریان موضوع هستی، سال 2012 برای نجات اقتصاد سوریه ایران تقریبا 6 میلیارد دلار به دولت سوریه کمک کرد. در حال حاضر 100 میلیون دلار رو برای مبارزه با ریزگردها اختصاص دادن و به مردم هم منت می‌گذارن و من واقعا متاسفم. این 100 میلیون دلار تقریبا که در حدود 2% بودجه‌ای هست که این مقامات برای نجات اقتصاد سوریه از رکود اقتصادی اختصاص دادن.
باید عرض بکنم بسیار بسیار راه حل علمی وجود داره و خیلی بسیار ساده این موضوع حل میشه و اگر همت بکنن، اگر بخوان، به راحتی این مشکل قابل حل هست و فقط ساخت یک دستگاه سامپل هست به صورت نمونه. این دستگاه ساخته میشه، در محل تست میشه در تونل باد و بعد از تست این دستگاه به تعداد فراوانی ازش ساخته میشه و در منطقه به راحتی میشه، مثل درو کردن گندم هست، دقیقا به همین صورت میشه کار، این دستگاه کار میکنه و منطقه رو هم کشت بیولوژی کشت میکنه، بذر مخصوص اقلیم منطقه رو کشت میکنه، هم در واقع به راحتی میتونه این منطقه رو برای مادام العمر هم در عمق هم در سطح میتونه تثبیت بکنه و بسیار راحته. بله آقای فتحی، شما اشاره کردیم به اون ریزگردایی که از عراق میاد و واقعا یک میشه گفت یه جوک هست که بگن که این آب چون این ریزگردها از کربلا میاد، بنابراین این متبرکه. واقعا این نمونه تحمیق مردم هست در این 37-8 سال که سعی کردن که مردم رو با این مزخرفات، ببخشید این واژه رو مصرف میکنن، ولی واقعیت سرگرم بکنن. من بخواستم بگم که اخیراً شنیدیم که آقای خامنه ای حالشون خوب نیست و مشکلات سلامتی دارن. میخواستیم بگیم که ایشون حتما برن زیارت حضرت رضا و اونجا شفاشون رو از ایشون بخوان، جای اینکه از همه متخصصین و دکترای بهترین در دنیا استفاده میکنن برای نجاتشون. و این نشون میده که واقعا مملکت ما در چه وضعیتی هست. آقای فاتحی، من یادمه که با شما که صحبت میکردم پای تلفن، راجع به یک مقدار درخت هایی است که در قسمت زاگرس در قسمت غرب ایران اینا در حال خشک شدن هستن یا استعداد خشک شدن فراوان دارن. ممکنه کوتاه بفرمایید که بینندگانم متوجه بشن که ما راجع به چه چیزی صحبت میکنیم؟ ما 4-5 دقیقه بیشتر وقت نداریم که به چند تا سوال دیگه هم جواب بدیم. چشم. این ذرات کلویدی باعث میشه وقتی که وارد اتمسفر میشه مجاری تنفسی این درخت ها رو میبنده. درسته که این درخت های زاگرس باعث میشه که میزان زیادی از این ریزگرد ها رو جذب خودش بکنه و به عنوان مثل غذا ازش استفاده میشه و جذب اون درخت ها میشه. منتها حجم میزان حجمی که وارد اتمسفر میشه متاسفانه بیشتر، بسیار بیشتر از حد معمول هست و باعث خفگی درختان میشه و ما الان شاهدیم که طبق آمار رسمی حکومت ایران ما میبینیم که سالانه بیش از 250 تا 350 هزار هکتار از درختان زاگرس دارن خشک میشن و به بیابان تبدیل میشه و این بسیار بسیار جای تأسف است و من و در واقع نگرانی این هست که الان قرار هست میگن که ما 5 میلیون هکتار نهال رو در منطقه خوزستان میکاریم و باید عرض بکنم متاسفانه چون علم این کار رو ندارن دولت مردان و کارشناسان ایران، این درخت ها هنوز کلن خشک میشه. اگر 20 میلیون نهال و درخت هم اونجا کاشته بشه، چون این ذرات وارد اتمسفر میشه به سرعت اینا خشک میشه. حتی اگر آبیاری هم بشه این درخت ها به سرعت خشک میشه، چون این درخت ها خصوصیت و وضعیت جنگل های آمازون رو نداره که این ریزگرد های کلویدی آفریقا وارد اتمسفر و جنگل‌های آمازون میشه و زیرا اونجا بارش زیاده و شسته میشه. به همین خاطر است که
درخت های زاکروس خشک میشه ولی درخت های آمازون همچنان پابرجاست. در خدمت شما هستم برای سوالات. آقای فاتحی، شما راجع به 5 میلیون نهال جدید صحبت کردین که فایده هم ممکنه نداشته باشه. این موضوع منو به یاد یک خبری بود در حدود 3 هفته پیش در بی بی سی انگلیسی که من در یک مصاحبه دیگه راجبش صحبت کردم و در این خبر بود که در پاکستان همسایه ما در 4 سال گذشته 700 میلیون من تکرار میکنم 700 میلیون نهال کاشتن در عرض 4 سال. البته هدفشون بود 1 میلیارد ولی به همون 700 میلیون بسنده کردن و آماری که خود دولت پاکستان اشاره کرده بهش، این 700 میلیون نهالی که کاشتن 500 هزار شغل ایجاد کرده، 500 هزار شغل ایجاد کرده و میبینیم که چقدر میتونه مؤثر باشه این کارها. در ضمن گزارش همین اشاره میکنه که نگهداری آب در این قسمت هایی که کاشتن بسیار زیاد بوده، آبی که ریتین شده در بستر زمین مونده و چقدر کمک کرده برای عدم گسترش این ریزگردها و چقدر کمک کرده به آبادی اون قسمت. ما میبینیم که 5 میلیون در مقابل 700 میلیون اصلا رقمی نیست. و بعدم میبینید همه کارهای جمهوری اسلامی متاسفانه به صورت تظاهریه. من دیدم 2 هفته پیش آقای خامنه‌ای داشتن یه درختی رو آب میدادن، یک روز حتما درختکاری چیزی بوده، ولی ما دیگه چیز بعد از اون ندیدیم. این یه چیز بعد همگانی باشه، یه چیز باید باشه که مسائل ملی رو در نظر بگیره، ولی متاسفانه میبینیم که اینطور نیست. آقای فاتحی، وقت ما تقریبا به دره به اتمام میرسه، 1.5 دقیقه فرصت دارین اگر صحبتی دارین با بینندگان عزیزمون مطرح بکنین. خواهش میکنم. فقط یک موضوعی هست که ممکنه مثلا افرادی بگن که این در این 5 میلیون نهال چطور خشک میشه. باید عرض بکنم که این بسترهای کلویدی بایستی در عمق تثبیت بشه، ابتدا در عمق باید تثبیت بشه و سپس باید در سطح تثبیت بشه و این کار فقط و فقط توسط دستگاه کلویدزا انجام میشه. و در ادامه باید عرض بکنم بسیار متاسفم برای مدیریت منابع آب ایران که الان بیابان‌های اصلا ایران به یه مشکل بسیار عجیبی گرفتار شده که اون هم اینه که ما 90% منابع آب تجدیدپذیرمون در ایران تمام شده. کلن این باعث میشه که و به خاطر عدم مدیریت منابع آب ما در این 10% که باقی مونده ما متاسفانه بیش از 50% هر سال بیش از ما 50% منابع تجدیدپذیرمون رو استفاده میکنیم از این منابع تجدیدپذیر آب و ما در جهان اول هستیم. آقای فاتحی، وقتمون متاسفانه دیگه تموم میشه. خیلی ممنونم از این که ساعت 2 صبح اروپا تشریف آوردین و این وقت رو به ما دادین. خوشحال شدم با شما صحبت داشتم. به خدمت هموطنان عزیزم درود میفرستم. امیدوارم که زمان خوبی که داشتیم در خدمتون باشیم. من هفته دیگه دوشنبه آقای فتی هستن، منم 3 شنبه در خدمت شما در همین ساعت هستم. روز شب خوشی داشته باشید. خدا نگهدار.